خوش تیپ. ساعت خواب؟ خواب بودی گم شدیم. حالا چی پیدا شدی؟ از یکی بپرس. نه ما پیدا میکنم، نه برن. خوابم گرفت. پارسا دیروز میگفت برم تهران میخوام ازدواج کنم. الو بابا پرو میشه بابایی آقای جنتلمن خب دیگه اعتماد نمی کنه دیگه اعتماد میکنه به سر منه مامان جا بازی تو بکنه میگن تهران جای خوبیه نه ببین بابا من به عنوان پدر به تو اجازه میدم هر جا هر تری دلت خواست بزنی. همین خواهی کار کنم بچه عوضی عذاب در بیاد. اون از امواش این است و اونم از کارتونا. چی کار امواش داری هر جا کم بیاری میگی امواش. خوبی منم میگم دایی کچلش. کارتونم اگه بده براش نگیر. کارتون نخرم تو رو کجایی دلم بزرم. ببین میزنی بچه یاد میگیره بعد میگی دستش مثل دوم سگ دراز شده. میزنم از فاکی دارشیم. با چیکار کنم همین الان رسیدم تو با این کارت همه چی رو خراب میکنی من الان یه بچه دارم به این فکر کردی سب کن هاشو بپنک بهت زنگ میزنم خداحافظ ببین یه اسکورت ها برن پذیرش میکنم من رئیس جمهور جزایر چیلا چیلایی گولا گولایی تلفن رو میگم این کو دنبال چی میگردی؟ شناسنامت کو دادم بهت آبا ندادی که تو به من شناسنامه دادی؟ بیا بابا این مال پارساست مال خودت کو آبا این کیفه یا سطل آشغاله؟ ها؟ این چیه؟ این لکه رو آسینه چیه؟ این چی میگه؟ چی میگه؟ بابا نگاه کن، نکن، بعد بگیشیم تو ماشین اینجا تکونم نمیخوریم این آفا
اینو برای چی کشیدی بیرون؟ چرا ریختی زمین؟ بابا مانتو تو کاوره. بابا دنبال شناسنامه هم میگشتم، همینجا بود به خدا. نگاه کن چی کردی آخه، این چه وضعی آخه، بهت بر نخوره ها آوا جان، این قربتی ها رفتار میکنی، این قربتی نکن، همه زندگی رو گند زد. نمیخوام دست نزن لطفا، شما بلش خودم بفرم. جمع میکنم به کارت برس. این چیه فلاسکی چای زنبیلت؟ میخوای برداری بری بالا با خودت؟ خب ببرم بشورمش دیگه. آوا تو دویه نمیخوای درست شی؟ چی شده حالا مگه؟ چی شده مگه؟ مگه چی شده مگه؟ خیلی خوب گذاشتم تو ماشین دیگه. دیگه؟ لطف کردی. ولش کن، اونو ولش کن، اونو ولش کن. آوا یه دقیقه بشین، میخوام باهات حرف بزنم. یه دقیقه بشین. نگام کن. آوا تو اصلا متوجه هستی چه اتفاقی افتاده برای ما؟ این چیه؟ نگاه کن آسینتو، نگاه کن این چیه آخه؟ بابا داریم بزرگ میشیم، اینو بفهم، داریم بزرگ میشیم، طول و عرضمون داره رشد میکنه. یه چیزایی که من میگم اصلا میفهمی چی دارم میگم؟ نه نمیفهمی، نمیفهمی. آوا جان ما باید یه فرقایی با بقیه آدما داشته باشیم یواش یواش. من غیر اینه ها؟ تو موندی تو همون سیستم؟ خیلی خواه با تو همه اینا که تموم شد دست شما در پایین. مرسی. این تاریخ تولد من زیاد دیده نمیشه، مثلا اون 10 سالی برام بزرگ بود. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. مرسی. مرسی. چند بدونه هم لطف میکنم دیگه. خوش بگذارید. شب که همه تون ریختن تو پارک میفهمید تو به دلمون یه بار یه چیزی بخواییم. نه یه دقیقه ساکت بابا، آروم باش. این تو اینقدر عقلت نرسید که اینو نباید اینجا تو این لباس ها بذاری که اینجوری به گند کشیده بشه. نه من باید بابا جان قربونت برم، یه دقیقه آروم باش، ساکت باش، نپر. بابا جان، آبا جان، آبا من خیلی ازت معذرت میخوام، من نباید جلوی خانم با تو اینجوری صحبت میکردم، ولی خدا وکیلی تو جای من، من اینو ببرم الان رسپشن، نمیگن این از کدوم جهنم دره فرار کردن اومدن. نگاه کن، نگاه کن. به به، دست شما درد نکن آقای مهراد. ببین آبا جان درست شد، الان تاریخ تولدت هم دیگه خونده نمیشه، میتونی راحت به همه بگی اول کوچیک. آقا کاری با من دیگه نداریم. چی میخوای؟ چی؟ پول بدم به این خانومه. دست درد نکن. دستتون درد نکنه آقا. آبا جان نورم خودم جمع میکنم. آبا جان من که معذرت خواهی کردم از شما، من بگم غلط کردم. شما به کارت برس، اسمس اومده برات. چی کار میکنی تو؟ نکن نکن، چه قلم خراب کردی؟ نکن همه کشم درست کردم. چه دستمان کاغذی ها رو خیز کردی؟ بابا این بابا نکنه قلم خراب کرد. بابا گوش بده ببین که میگم. بابا جا بابا خورمونت برم زدی ریدی با حسن مردان دیگه خومن رو میبینی همه حرفا رو اتویت گرفته. بابا 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 ببینم. یا اون رو ایستگی من رو بالا نیار.
خب بفرمایید شما. آها زد ام زد ام من یه لحظه ببخشید اینجا ها این شو چی زد ام ای 8 مثل 7 8 اوکی زد ام ای کیو ال سم انتونی. خیلی عالی باشه. پس من انشالله منتظر شما هستم. بله بله با حالا شیش ماه سگ رو زدم پدر صاحبم در اومده تا نمایندگی سمنتونی رو گرفتم. حالا آقا یه کار رو رسیده میخوام به اسم خودم ثبتش کنم. دستا بکن تو گوهریان هم داره میاد اینجا. چطور گوهریان زنگ میزنه میگی؟ چی میگم؟ گفتم گوهریان داره میاد اینجا مگه چیه؟ اونایی دیگر که ازت میپرسم کی هستن چرا نمیگی؟ دستا بزن. اصلا مهم نیست. بگیم مهم نیست. من اصلا نمیفهم کلیت این قضیه چه ربطی به تو داره آبا. گوهریان چه ربطی به من داره؟ گوهریان هیچ ربطی به تو نداره. من فقط از این منظر گفتم که اگه احیانا با زنش اومد شما هم تشریف بیارین پایین. زنش میاد؟ نمیدونم. خب میپرسیدی؟ چی باید میپرسیدم؟ مثلا باید گفتم چی؟ ببخشید آقای دکتر شما عهد و عیالتون هم همراهتون میان. مگه دکتره؟ نه شطور هستنشون. خب دکتره دیگه. دکتر چی؟ دکتر اقتصاد داره اگر در ارتباط با کودکی خواستم ببینم دکتر واقعیه یا نه. اون وای کیه؟ کیه؟ خانم این عبدالله است. وای عبدالله کیه؟ خانم عبدالله یه ویزیتور خورده پای کسی نیست. وای وای چرا نگفته بودین عبدالله هم داریم. خانم من از شما عذر میخوام. عبدالله هم داریم. اینا مهمه مخفی میکنی؟ چی مخفی کردم؟ یه کاری میکنی مثلا من نباید بدونم. انگار دوست نداری بگی. چی؟ این؟ بیا خب بگی دیگه. آقا جون من تو رو بزرگت کردم قربونت برم. من قشنگ میفهمم اصلا این چیزا هیچ کدومش برای تو مهم نیست. من بعد از یه همه سال زندگی نفهمیدم، واقعا نفهمیدم این مثلا چی گیرتون میاد مثلا ها؟ مثلا چی گیرتون میاد مثلا تو بگی این کیه، اون کیه، این چیه، اون چیه؟ بگو خب بابا تو چی فکر میکنی؟ من باید برم احوال شما خونی؟ آقا خدا شده من اونجا این سلون هاشم شما رو نگاه میکردم بکنم وکیلی وزیری کسی اومده شما هم بادیگاردتی. من بادیگارد خودم هم رفیق. این چی آقای دکتر؟ موتور اینا که ممنوعه چیزی آزاد شده هزینه شو بده همه چی داری. آقا از شما بعیده شما که مرسدس سوارین اینو نگاه صندلی گرمونرم اون کجا؟ باد و سوز این کجا؟ ببین من با چراغ قرمز مشکل دارم. ترافیکم نمیفهمم. تابلو بود ممنونم که میبینم حالا بد میشه. بگم اگه تا اون یه همچی سرکشی یه چاییدن ملون باشه میارزی داری حالا چایی دیگه بشه بقیقه کروار هر چایی دیگه سرمه خوردیم. ای بابا چی بخون آیزی که؟ یه لحظه آه.
میکنم. صبر کن بیام بفرمایید. بله خیلی خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید واقعا متشکرم. میگم چقدر حیف از این واقعه مهم تاریخی، چند تا عکاس و خبرنگار نیستن که گزارش و عکس و فیلم تهیه کنن برای عبرت نسل‌های آینده. چیزی نی چیزی نی با همین موبایل خود. نه بابا شوخی که آقای دکتر به خودشون ببین منو لطفا احساساتتون رو بفرمایید. چی بگم آخه خیلی خوب باشه. من البته میگم کوچکتر از اونی هستم که پیغامی برای کسی داشته باشه، ولی اگر دکتر گوهریان رو دیدید لطفا از قول من بهش بگید که یکی از بزرگترین اشتباه حرفه ایش رو انجام داد. این محسن مهراد من میشناسم، آدم به شدت جاه طلبیه که به طرفت العینی از شما عبور خواهد کرد. میگه که چه میدونم یک نوع جاه طلبی کاری حرفه. سلام آقای دکتر. خانمم آوا. سلام خانم آقای دکتر، خیلی خوش که میشناسید. اینم جناب آقای پسرمون آقا پارسه گل. آقا این دوربینو بگیر ببینید. آقا پارسه چطوری؟ من تو رو میشناسم، تو هم منو میشناسی؟ تو یه چیزی رو قایم کردی. اینه. چه خوشگلم هست. وای ببین چند تا پارسه تو اینه. مال تو. بگو مرسی همو. خب از سویت راضی هستی؟ دست شما درد نکن. این انگشتا میگن شما یا نوازنده ای یا نقاش. آواد گرافیست آقای دکتر. پس درست فهمیدم. خانم یه هنرمنده. آره دیگه. اینتریر دیزاین و کارهایی که مربوط به دکور است. طراح هنری. خوشا بال محسن که همسرش کنارشه. همسرم میلوری دخترم خدا حفظشون کنه. نمیخواین جواب این آیده کن؟ نظرت بخواه. الو اینجا رو مبارکت باشه. الهی شکر. میگم گوهریان ذاتا آدم مؤدبیه ها. آوا آدم از اینجا میخواد بره تا تو تریا کیف پوسماری دستش میگیره. چطور شد گفتی من گرافیستم؟ کار دکور میکنم. خب چی باید میگفتم؟ نه خوب کار کردی، خوشم اومد. فقط موندم چجوری به عقلت رسید جونم. ماما چی بگم؟ بگم مثلا خانمم با پریوش جون سفره عقل درست میکنم یا با مهوش جون بیان پشت لباس عروس دماد گل میچسبونم؟ گفتم مثلا طراح که دیگه اینقدر پریوش مهوش نکن. کی بود؟ کیه؟ نه قبلیه رو میگم، بزن عقب. ببخشید این که چیده دیگه؟ خواهر عبدالله. بس چه کنار تو وایساده؟ باید کنار کی وایسته؟ چرا اینجوری میخنده؟ محسن چه لزومی داره کنار تو وایسته؟ خانم آبا خانم همه دنیا لزوم منو درک میکنن الا شما. لزومه چی؟ لزومه چی؟ بیم مثلا یارو که میره میشه بقل دست چیز مثلا مسی چه لزومی داره؟ مسی؟ بله محسن جون تو اگه مدل مسی دریبل زدی وایس با هات عکس بگیرن. بنده خدا من روزی حداقل 500 نفر رو دریبل میزنم که الان اینجا ایستادم. من دلم نمیخواد تو با زنه دیگه عکس بندازی. من که به دلخواه تو زندگی نمیکنم که. پارسا 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 کجایی بابا؟
درباره پیدایش ویروس HIV که عامل بیماری ایدز، عده‌ای تصور می‌کنند که ویروس HIV از یک آزمایشگاه جنگ افزاری منتشر شده. نظریه دیگه‌ای که مورد استقبال گروه پزشکی قرار گرفته اینه که HIV پیش از انسان در حیوانی وجود داشته که باعث بیمار شدن اون میشد. گروهی فکر میکنن شاید HIV در اواخر دهه 1950 ببینیم من میتونم یا اینطوری موازی بکشمش. سلام مامانی. سلام عزیزم. صبحونه خوردی؟ من با تماس خوردم. صبح بخیر. تقصیر خودتو که آوردیش. دیگه خانم گروگان شرکته. سلام. صبر کنه. چه عاشقانه. برای خانم لقمه گرفتی؟ این بچه‌مون با یکم رنگی تر. مربای گل سرخی. شهد اصلی این سلیقه نون و پنیر باید بچه یه برای تو یه بابا چه خبر اینجا با روحریان برای چی داشتین سنومت خیلی خوب بابا من اصلا آدم بدی هستم تو هم بابت مسئله دیشب با من الان قریب من مشکل دارم جانه محسن بدیم مرد و مردانی یه سال ازت میپرسم جواب بده میرم پیکارم یه چمه میپرسم اوکی؟ آه؟ ببین این گوهریان چه ربطی به سمینار ایدز داره؟ ربطی نداره به اینا که هم؟ نمیدونم پس شما اینجا کی هستین؟ گوهریان نیم ساعت اجازه گرفت سنو متر کنیم و برای چی میخواد سنو متر کنه؟ برای جشنتون جشنمون؟ خب جشنمون وقت ممکنه تو هستان چنین؟ چی؟ عرض کردم تو اینجا چه کاره هستن این وسط؟ بیادر آقا جان برای چی ناراحت میشه؟ خب من باید بدم توی شرکت کی به کی چی به چی؟ خیلی خوب گفت نظر بدم خب درباره چی؟ درباره ارائه محصولات جدید شرکت خب تو چی گفتی؟ نظرم گفتم نه خب میدم چی گفتی؟ دقیق چی گفتی؟ چی گفتم؟ آه. مهمه خب آره ببین من چی کاره هستنم؟ اصلا فکر کنم گفتم یه سفره عقد میچینم براتون محصولات جدید شرکت این عطر اوت کلونای جدید رو بچینین توش ببین آوا جان ببین بیا یه قانون بگذاریم دعوا و قهر و غیظ و این داستانا برای تو خونه باشه اینجا چون محیط کاری من هرچی بپرسم تو جواب بده محسن جون مگه نگفتی مرد مردونه آخرین سوال آفرین حالا به من بگو گوهریان چجوری دیدی وقتی اومدم پایین تو لابی وایساده تو لابی وایساده بعد تا تو دید نه گذاشت نه برداشت گفت ما برای عرضه محصولاتمون احتیاج به کمک شما داریم یه کنسه بده نه خیر من که دید اول حتی پرسید بعد چند تا از اون جمله های سنگینش گفت بعد در مورد جشن معرفه تو محصولات گفت بعد نظرمو پرسید محسن چرا میخندی؟ مذارم بذاشت محسن من مذارم میخوام یه دقیقه باشتم بعد تو هم گفتی که به نظر من بهتره که این محصولات رو در قالب یک سفره عقد بچینیم و به معرض دیدمون بذاریم آره آقا جون محسن یه دقیقه گوش کن یه دقیقه گوش کن تو وقتی گفتی که سفره عقد گوهریان گفت اوکی نه خیر اول فکر بعد خندید بعد چی خندید؟ چه میدونم یعنی وقتی بهش گفتی خوشحال شد؟ من خودش بپرس در مورد سفره عقد و نمیدونم نامزدی و مراسم خط سورانه میچند بهش گفتی؟ خودتو مسخره کن به خدا من اصلا قصد مسخره کردن ندارم یه دقیقه وایسا یه دقیقه وایسا میخوام ببینم که تو در مورد کارهای قبلیت هم باهاش صحبت محسن. کردی؟ محسن اگه من آبروتو میبرم بگو برگردم خونه بخند خدا تو چرا همه چی کج متوجه میشی آخه من سلام کجا رفتم بالا یه کاری داشتم بس صبحونه چی میشه سگونه که فعلا موتور خلاقیتش فعال شده رفته به کاراش برای سفارش بده تعارف میکنه نه به خود تعارف نیست خود زنگ میزنه براش میاره ای بابا آفرین به این اراده واقعا باور کن گیر کرده بودم که این مراسم صحبت چجوری بر اجرا بکنه یه حالی دیدم در آسانسور باز شد کیو دیده باشم؟ خانومت خیلی خوشحالم شکر واقعا حالا که اینقدر اینشون جدی گرفته چرا ما جدی نگیریم؟ دلم میخواد یه قرارداد خیلی خوب براش تنظیم کنه. حتما. جدی میگم؟ حتما. حتما ها. یادت نره. آوا. آوا. برو. آوا. آوا. کجایی؟ چیکار داری میکنی؟ یه دقیقه به بیرون یه خبر مهم آقا با هم مژدگونی یاده در آقا الان آقا با تو هم
ببین به خدا زشته این کارا مال سن پارساس از سن من و تو گذشته. ماما جان بابات بابا جان ببین مگه یه زمانی به تو یه چیزی میگم چه میدونم مثلا میگم این کارو بکن اون کارو نکن باور کن باز خاطر اینه که تو یه چیزی دیدم بعضی من نمیدونم تو چرا فکر میکنی من دشمن تو هم باور کن به جان هر ستاییمون دارم قسم میخورم اونجا پیش آسانسور من خوشحال شدم من داشتم کیف میکردم که یه اتفاق به یه خوبی داره برای تو میفته بعد تو اصلا نمیدونم چی شد یه دفعه یه جوری دیگه اصلا قضیه رو متوجه شدی بعد آقا جان این هتله هم رخشون خونه داره هم لباسشویی داره همه چی داره میدیم اینا رو میشورن میشه یه دقیقه ببین میخوام یه خبر مهمی بهت بدم همینجا بگو آقا همینجا بگو دیگه بابا جان دارم میگم یه خبر خیلی مهمه در ارتباط با تو و کاری اگه در مورد منه همینجا بگو من راحتم آقا تو خیلی خوب پس لطفا این آبو ببند من نگاه کنم آخه این چیه در توالت بود خیلی خب بابا ولش کن شرکت میخواد باید یه قرارداد ببنده کجا؟ آبا جا داشتیم حرف میزدیم تو پیت که من نمیفهم یعنی چی؟ تو میخوای چی بگی؟ میخوای بگی نمیخوای باز خودت کسی بشی؟ ها؟ نمیخوام مثل زنهای مردم یه سری تو سرا در بری باز خودت بحث الان هم نیستم الان موقعیت به یه خوبی پیش اومده من میلیون ها بار دارم میگم بابا یه حرکتی بزن یه کاری بکن نمیفهم ببین آقا جان میدونی مشکل اصلی تو چیه مشکل تو اینه که اعتماد به نفس ندارم اگه تو طول مدت زندگی مشترکمون یه حرف حسابی زده باشه همینه همه سوتیایی که میدی آوا جان بابت اینه که اعتماد به نفس نداری و من هر چقدر سعی میکنم اینو به تو منتقل بکنم فکر می‌کنی من دشمن تو آوا جان دارم حرف میزنم یه دقیقه دارم حرف میزنم یه دقیقه ببین محسن جون اگه من اونی نیستم که تو میخوای میبینی که دارم همه تلاشمو میکنم بابا امروز گوهریان اومد برگشت گفت همه مسئولیت ما فورمن فورومنه من یهو یاد سفره حق افتادم فورمن فورومن مرد و زن دیگه یا برگشتم گفتم بیاین همه محصولات بچینین تو سفره عقد اونم یهو برگشت گفت براوو به خدا اگه من میدونستم اینطوری میشه هیچی نمیگفتم بابا من دیدم ذهنش مشغوله یعنی خودش گفت ذهنم مشغوله گفتم یه چیزی بگم دلش فاشه اسم بچه‌ش چی بود اسم بچه‌ش ملارین ببین من چیزی رو که میخوام دختره آره دختره بچه‌ش دختره من میخوام تو زنشو بتون... دیدی من زنشو دیدم بله کجا توی سفر آلمان زن ایشون رو من دیدم تو که گفتی سفر آلمان کاریه؟ الان هم دارم میگم سفر آلمان کاری بود خانم آقای گوهریان یه شرکت بزرگ داره به چه عظمت؟ چه شرکتی؟ شرکت هندلینگ میدونی هندلینگ چیه آوا جان؟ ببین محسن اگه از این پروفیس رو افاده باشه آوا خدا شما اگه نداری حرف بزنم خدا میزنم به برد خیلی خوب یکم آب بده بخورم ها؟ یکم آب بده بخورم ببین آوا ما تا حالا هزار بار نشستیم با هم درباره 10,000 تا چیز حرف زدیم هر وقت تو به من اعتماد کردی و اون راهی رو رفتی که من گفتم دیدی حتی ماجرا به اون بزرگی قضیه ختم به خیر شد راسوریس رو رفت به کارش درست هم راسوریس شد اما هر وقت زدی به خاکی و کار دیگه ای کردی همه چیز خراب شد آوا جان میشنوی همه چی خراب شد آوا ازت خواهش میکنم ازت خواهش میکنم به من اعتماد کن یعنی چی؟ ببین یعنی یعنی تو باید آوا سعی کنی اوکی باشی ما اوکی هم خب نیستی دیگه نه 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 اینکه کلن اوکی نیستی هیچ وقت هستی ولی باید بیشتر اوکی باشی مگه من چمه؟ چمه؟ آوا جان قربونت برم غریبه بینمون نیست تو اصلا کلن تو باغ نیستی باغ؟ باغ 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 ما آوا آوا جان تو به من اعتماد داری یا نه تو برای اینکه به من بگی اعتماد داری باید فکر کنی خیلی خوب دارم بگو آوا حالت خوبه ممنون آوا چته
کجا داری میری الان میخوای چیکار بکنی؟ من الان باید چیکار کنم؟ بشین اونجا به حرف من گوش کن آوا جان. تو باید تغییر کنی. من شما رو شاهد میگیرم چون هنوز جناحت مشخص نیست. میخنده. نخند. تو نمیدونی چه 6 ماه دیگه تو کلی دوزشگلک آلوده میشی. من اگه جیز میزنم به خاطر رفتن گوهریانه. اگه اینا میدونستن که آرش بره چه بلایی سرشون میاد، اونا دست و پاش افتاده بودن. حالا همه ساکت لام تا کام نشستیم. وقتی کار خراب شد ما انتظار درایت داریم. انتظار داریم من گوهریان رو برگردم. انتظار معجزه داریم. من بیزنسمنم، پیغمبر که نیستم. حالا حالامو میبینیم، این شب که اینطوری نبودم. موقعی داشتم حکم شوهرت میداشتم کیفم کوک بود. حقیقا 10 بار سکت نویس پاک نویسش کردم. فکر میکردم شوهرت میری پیش گوهریان دو اسبه میتازه، منم خیالم راحت میشه. اما اون به خالی داد. یا خودت بخون، قلب قلب بخون، همه بشنون. آقای محسن مهراد عزیز، اعضای هیئت مدیره این گروه صنعتی و بازرگانی همکاری با جنابعالی را فرصتی بزرگ جهت حفظ جایگاه و ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات مجموعه دانسته و بدین وسیله مسئولیت سیستم پخش شرکت را به جنابعالی تنفیذ می نمایی و امید. مرسی آقای متشکرم. مرسی آقای دکتر. مرسی آقای دکتر. خیلی از دکتر. مرسی. خوش اومدی. تبریک میگم. تبریک میگم. موفق باشی. مرسی. مرسی خانم. مرسی. مرسی. مرسی از همه. آقای دکتر بابا همه چیز شما. مرسی از لطفتون. دست شما درد نکنه. آرش گوهریان میگفت شما طراح خوشفکری هستید. لطف دارم. امشب که دیدمتون شک کردم. خانمی که اینقدر به خودشون میرسن یه وقت برای فکر کردن نداره. که شبتون بخیر باشه. مرسی. آقا شب شما بخیر. قربون شما. زنده باشین. قربون شما. مرسی. مرسی. آقای دکتر مرسی. قربون شما. مرسی. میبینمتون. خداحافظ شما. چی بود گفت؟ بلکه با یه زری زد. اصلا مهم نیست چی گفت، مهم اینه که کی میگه. دوست ندارم یه جایی که نشستم نگاه همه رون باشه. همینم باشه هم برم عادت میکنی. ندارم وقتی یه جای نشستم نگاه همه رون باشه. تو دوست داری؟ آه تو الان دقیقا دنبال چی هستی؟ همین دیگه. نه همین دیگه نیست، یه بار دیگه همین سوالو پرسیدی. خب برای اینکه برام مهمه که بدونم چی برات مهمه. جواب من اگه جواب من برات مهمه اونجا به جواب دادم به رستوران. الان دنبال چی هستی بگو ببینم. من دنبال چی باید باشم؟ نمیدونم ولی مطمئنم میخوای یه جای دیگه رو بزنی. این سوال الکیه. نه خیر، من میخوام بگم تو که به من میگی رفتارم متناقضه، الان رفتار خودت هم متناقضه.
بابا چه عادتیه تو داری؟ من نمیفهمم به خدا چی؟ الان امشب شب خوبی بود، ما رفتیم با مهمترین آدمای زندگیمون شام خوردیم، گفتیم، خندیدیم، الانم داریم برمیگردیم مثل انسان بریم هتل. برای چی میزنی تو حالمون؟ ها؟ چرا آخه یه کاری میکنی آدم؟ او تو رو جده، تو رو هر کی دوست داری اروا امواتت نزن تو حالمون. اوکی؟ تقصیر من نیست. از روز اول تو جمع یه کاری کردم به چش نیام که تو اذیت نشی. ولی قبول کن وقتی دو نفر نگاه میکنن تن و بدنم میلرزه، دست خودم نیست. تن و بدنم میلرزه. حالا یکی نمیفهمه بگه از این مرداست که زنشو میبنده به درخت با شلاق میزنه روزی سه بار. نه بگو لطفا. خواهش میکنم بگو. نه من دارم میگم اولش سختگیر بودی، به مرور بهتر شد. شکر خدا. آقا جان قاعدش اینه دیگه، آدم تو هر جمعی میره بعد با اخلاق و فرهنگ اون جمع خودشو تطبیق بده. من غیر اینه. دیرم شده عذیتتون کرد؟ نه، سرش گرم. حالا واقعا شرمنده من باشه، اصلا قرار نبود اینقدر طول بکشه. خیلی باشه. خیلی ممنونم. خدا خواهش میکنم. این کیه؟ باشه، حالا بریم. دست شما درد نکن. جنگل چیه مرد حسابی؟ اجری شده دیگه، جنگل شده. آه، تو منظورت اینه که مامان آقا خوشگل شده؟ آره، ولی بیشتر جنگل شده. قشنگه. کجاست؟ چی قشنگه؟ این واقعیه؟ ای، همین ساختمونه رو میگی؟ آره. آوا، یعنی تو نفهمیدی این ساختمونه همین هتله؟ ای وای، ای وای. قشنگه. آوایی؟ بله. آوا جون. بله. ببین عزیز دلم، یه دونه پاکت زرد بود گذاشته بودم لای پوشه، الان نیستش، نمیدونی کجاست؟ پاکت زرد؟ نمیدونم بابا، مال خودت بود، از توی جیب ژاکت درآورده بودم، روش این پسورد سمنتونی رو نوشته بودم. بعد ما یه دقیقه در ما کن. ببین گذاشته بودم اینجا روی این. این صورت رو چرا پاک کردی؟ نمیشد مثلا مهندس مهراد، جمع کثیری از عوامل شما اینجا این پایین تو لابی منتظر. همجوری برم پایین؟ همجوری برم پایین؟ شما بی صحابی؟ اگه بال ماسک هست پایین چه چیز شده؟ چه بال شده؟ خوشگل شدم؟ خوشگل که بودی، نه اصلا شبیه یکی دیگه شدی. این بنده خدا پایی منتظرتن دکوراتورا. محسن. آه. تو ممکنه یه زن دیگه خوشت بیاد؟ چیه؟ یه زن دیگه ممکنه خوشت بیاد؟ نه آقا جان. یه زنی که من بهتر باشه. گفتم نه. یه زنی که من خیلی بهتر باشه. آقا جان بدم میاد اینجوری با من حرف میزنی یا بهم بر میخوره؟ چرا؟ انگار با یه آدم هرزه ایستاده جلوت هرچی دلت بخواد بهش میگی؟
یعنی نشده تو حتی تو ذهنت از یکی خوشت بیاد؟ آبا جان تو که منو میبینی من وقت برای این دروغ میگی. تو از روز اول دقیقا میدونستی من باید چی بپوشم، چی بزنم، چی بمالم. این یعنی اینکه دقیقا اون خانمایی رو که خوشت اومده نگاه کردی، دیدی چی پوشیدن، چی زدن، چی مالیدن. غیر اینه؟ بی زحمت من نگاه کن. این ژاکت رو تو برای من گرفتی درسته؟ آره، خیلی هم بد میاد. خیلی از این بابت دست شما درد نکنه. حالا میشه برای من توضیح بدی اینو تن کدوم خوشتی پیدیدی و خوشت اومد و بعد رفتی برای من گرفتی؟ تن استاد عکاسیم. احسنت. پس نتیجه حاصل میشود که شما از استاد عکاسیتون خوشتون میومده. نه، من از اون خوشم نیومده. زنا رو دیده آرایشاتون به خاطر که زنا از لباس پوشیدنش خوشم اومده بود. اونقدی که بعد از گذشت 10 سال هنوز یادته؟ آره. آها. بریم پایین. عزیز با شما. آقا چه؟ با کی کار داری شما؟ اون که گذاشت اینجا بهت یاد نداد مثل آدم حرف بزنی؟ چه ناراحت میشی؟ کسی منو اینجا نذاشته. واس خود واسدی؟ اه؟ واسه هم جاله تو بکن. با کی کار داری شما؟ آقا چی شد بابا؟ بیمانه! بابا نباشده! آقا این کارا چیه؟ این روزا این کارا نی؟ برو آخه برو. یعنی چی؟ یعنی چی الان؟ بچی ماتم گرفتی؟ اونا دیگه روت حساب نمی کنن. ناراحتی؟ من چی کار اونا دارم؟ دیگه نمیرم جان؟ یعنی چی نمیرم دیگه؟ ها؟ نمیرم دیگه یعنی چی؟ آبا نگاه من کن دارم با طرف میزنم و شهر هرته و کشکه. تو اینو قرارداد داری نمیرم دیگه روم نمیشه. همینجوری میخواستی به من برسی؟ روم نمیشه؟ من چی کار تو دارم؟ تازه کار به کار کی داری؟ هیشکی. آدمی که با هیچکی کار نداره اصلا برای چی هست؟ میرم که نباشم. بشین. با تو از این در بذاری بیرون دیگه نیستی ها. حواستو جمع کن. تو بهش میگم پیش قهر میکنه میره واسه من. این پسرم پیدا کن پول عینک شو براش بفرستم بره. فرستادنش رفت. اون چی کار دارم؟ پولو بده این همکارت که خیلی باش صمیمی میخندی بده اون ببره براش. من با کی میخندیدم؟ همین که بهشون شماره دادی میگم پولو بده اون ببره. من شماره دادم؟ بله. حسن از شرکت خودتون بودن. رسید چک رو امضا کردم. شو خسته نباشید برای امروز کافی باشه برای فردا صبح ساعت 10 میبینم. اون راستی باشه بذاری یاد. مرسی. خدا حافظ. مرسی. خدا الو آبا جان بریم. من خیلی ازت معذرت میخوام. ببخشید واقعا نمیدونم چی باید بگم. دقیقه نگام کن نگام کن لطفا خواهش کردم.
اینم نخکش شده پولی برام که برام خریده بودی. باور کن نمیدونم چمه، یه چند روز اصلا تقصیر تو هم نیست. یعنی ببین من گوشی لازه گوشی الو گوهریان پشت خط. الو سلام دکتر جان، چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم. آره بله میگن طراح هم باید حضور داشته باشه. آها شما خودت هم تو جلسه شرکت کن. الو بله بعد نیست خودت هم تو جلسه باشی؟ نه نه آقای دکتر ببین من معمولا تو پروژایشون دخالت نمی کنم چون خودشون مستقلن. باشه نه 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 من لزومی نداره باشه. خب بهشون بفرمایید رأس ساعت 8:30 من تو لابی هستم، فکر کنم تا حدود 11 جلسه تموم بشه و برشون گردونم. الو آقای دکتر ببخشید مگه جلسه قرار نیست تو هتل بیرون؟ نه مشکلی که نه اوکی مامان جان گمش کردی چی کار کنم؟ تو پس کجا برات بیارم الان؟ من چی کار میکنی تو؟ 20 دفعه تخت از تو من جمع کردم، موسیقی شیست به اینو گودی فرام کرده. پارسا با بیا دستت درد نکنه اینجاست بیداش کنم. برو شهدات برو کنم. باز چی لطفایی در میاری؟ باز کن دستم اونجوری که نمیشه که. باز کن قشنگ باز میگم آوا واسه قراره امشبتون چی میخوای بپوشی؟ چه میدونم یه چیزی میپوشم دیگه. چه تو اینجا اعصاب نداری؟ اصلا نمیشه با حرف زد. پارسا خیلی اذیت میکنه. یعنی حریف یکیش نیستی بعد میشین واسه خودت. نمیشه بعد باز کنید. خودت باید باز کنی. عمرن میگم این لباس امروزی ها رو که نمیخوای بپوشی. چرا اتفاقا؟ اونو که نمیشه، باید وقتی با هم هستیم فقط بپوشیم. چرا؟ نه کن آروم، نه باز نمیشه. خب واسه این که یه جوری دیگه وقتی میپوشیش خیلی بد میشه، زشته. من نمیفهمم خودت برام خریدیش. آروم، اینجوری نه، اینجوری درد میگیره. میدونم خودم برات خریدمش، ولی چیز دیگه یه جوری اصلا. چه جوری میشه؟ نه نمیدونم یه جوریه دیگه وقتی میپوشید زیادی خوب میشه. یه دقیقه آروم باش بابا. ببین آوا جان بیا یه چیز آروم باش یه دقیقه. بیا یه استانداردی رو برای خودمون تعریف کنیم. خب اینکه مثلا وقتی با همیم چجوری لباس بپوشی، وقتی که تنهاییم چجوری لباس. الان برای چی داریم میخندی؟ من دارم کاملا جدی با حرف میزنم، دارم بهت کمک میکنم که بهتر شی. این خنده داره بهتر از کی؟ بهتر از چی؟ گاز میگیرم. خیلی خوب که ما که با هم دیگه دعوا نداریم. گاز میگیرم. بی تربیت. دروغگو. بی ادب. پدر سگ. ولش کن دوستش نکن. تو اصلا میدونی آدم با چه لباسی باید توی جمعی که برای یه بیزنس جمع شدن حاضر بشه؟ تو این چیزا رو نمیدونی که من میدونم. من اونا رو دیدم. میدونم. آدم نباید پوشش به شکلی باشه که از استایل کلی اون جماعت بزنه بیرون، فالش باشه. میگیری چی میگم؟ ببین لباس یه بیزنس وومن نشون دهنده شخصیت اونه، نشون دهنده نوع نگاهشه، نشون دهنده میزان تحصیلاتشه. خب تو این چیزا رو که نمیدونی من بعد اینا برم. من اصلا تنهایی معذبم. با گوهریان مگه مشکلی داری تو؟ من چه کار گوهریان دارم؟ من معذبم. خب تو ببخشونم بی خود معذبی. خب جلسات کاری باید بری دیگه، جلسه کاریه دیگه. حالا باز شکر خدا شانسی داریم ما مثلا یکی اونجا میشناسیم. اگه توی جلسه قرار باشه بری که هیچ کسی نشناسی باید چیکار باید بکنم؟ که من نمیتونم تا آخر عمرم بیام اینجا قلاب تو بشم، هر جا بری راه بیافتم دنبالت مواظبت باشم. که خودت باید بری دیگه. یعنی تو بعدت نمیاد؟ چیه؟ میگم یعنی تو ناراحت نمیشی؟ آوا جون من باید به چه زبانی با تو صحبت بکنم ها؟ من برای بار هزارم دارم بهت میگم من به تو بیشتر از چشای خودم اعتماد دارم. خب تو بهم بگو من چی بپوشم. بلکن شو چی؟ بگو باش بایستم. بلکن مامان چون
بیا ببین اینو الان شما میذاری با این چنه این چقدر خوبه ببین این هم رنگش قشنگه هم خیلی خوبه ببین کوتاه نه این کوتاه نیست وایسته دیگه این عالیه ببین چقدر قشنگه هم بلنده هم این دوتا دکمه بالا بگیر اینو بگیر این دوتا دکمه بالاشو میبندی با سه دقیقه بهت بگم با این عالی میشه یعنی هم به لحاظ چیز هم خیلی عالی ببین این با اون کفش نخودیه با اون کیف قهوه این عالی میشه خیلی حالا گارسون شد حالا گارسون دیگه چی کارت کنم با بودم محسن تو خوبی؟ محسن؟ زغالخته میخوری؟ جلسه‌تون چطور بود؟ تو ماشین که درباره آدم های جلسه حرف زدیم که مثلا کی هستن، چی میگن، چی میخوان اینقدر حرف زد حسنم سر را یعنی اصلا تو ماشین نخندیدی؟ نه خب هیچی دیگه تو رستورانم دو تا آقا بودن درباره فرمول و خاصیت و محصولات انقدر حرف زدم تا شام تموم شد همین شف گارسونشون از گوهریان پرسید خانمتون از غذا لذت بردن منو میگفت گوهریان چی کرد؟ مرد خجالت اون دو نفره که تو جلسه بودن چی شدن؟ اونا زودتر رفتن جلسه تموم شد همه تون با هم نایمدیم بیرون نه ما موندیم یه قهوه خوردیم
قهوه رو تو خواستی؟ نه، گوهریان تعارف کرد. آه، از جلسه خوبی بوده. اولش معذب بودم، ولی بعد یه کاری کرد راحت شدم. چیکار کرد؟ هیچی، در مورد زنش حرف زد، دخترش، اسمش چی بود؟ ملورین. در مورد تو حرف زد. حرفا رو کی زد؟ وقتی داشتیم میرفتیم تو ماشین. تو که گفتی وقتی داشتیم میرفتیم اینقدر حرف کار زد که حوصله‌ت سر رفت. دید من حوصله‌ام سر رفته، اینا رو گفت که معذب نباشم. آه. محسن، گوهریا منو دید اینطوری که به خاطر پالتو. خدا، گوهریان چی پوشیده بود؟ پالتو کوتا؟ بلند. چه رنگی؟ تیره. کت هم داشت؟ آره. مارک ساعتش چی بود؟ من نگاه نکردم. کفشاش؟ بابا ندیدم. همجوری پرسیدم. همجوری نپرس جانم. مامان جان، تو شیشه ای ما پیدا کردم. وای، تو شیشه ایش کجا بود؟ رفتم خونه پودای مربی. تو این بچه رو به خودت نبردی؟ نه، نبرد. باشه مامان جان. چیزی شده؟ باید زودتر می زدم زخم نشه. مال بوتته؟ نه؟ نه، مال پاشنه بلند. پاشنه بلند که می پوشم اینطوری میشه. الانم که همش پاشنه بلند می پوشم. چیزی می خوای؟ معدم درد می کنه. من عصبیت کردم؟ قرصم تو ماشینه. سلام آقای مهندس. سلام. خارج سه سرشفه براسس جان. میگم کجا میخوان تشته ببرن؟ آه، من ماشینم اونجاست، باید برم از تو ماشین چیز بیارم. آقای مهندس میبینی که الان اینجا تمام پر اینا. بله. آبی آب تمام اینجا اینا برداشتی. بله. باز خیلی احتیاط کن اینا. زمنان اینجا جشن بود اینا. بله. یه دهان باد اومد اینا، تمام زده ششار اینا رو شکونده. الان تو را زمنان چلا چلا اینا هست اینا. شما اسم شریفت چیه؟ من در یوسف هستم. آقا یوسف. بله. نمیتونم قرمت برم. بله. حواست به اینا باشه. ششمه. من زنم تنبیه هم کرده، گفته باید خودت بری بیاری. ببخشید. ولی خیلی باز احتیاط چشم. اینا چشم چشم. تو پایتن خورداشش اینا نره خود اینا کرده. چشم. بار بهت بگم پای تلفن منو سینجه نکن. محسن تو هتل، نمیتونم حرف بزنم. آره میدونم، میدونم. آشوب به پا نکن، یکم صبر کن. باشه، آدرسو گرفتی؟ گرفتی؟ اسمس کن. خدافظ. چی بود؟ هیشکی. پارسا رو تو میبری؟ اگه فعلا خودم لنگ در هوام، گوهریانه هم زنگ نزه. من میبرمش. آمفی‌تئاترین دیگه، نه؟
آره تو سالن. بچه‌ها میان کار دارن. پارسا بیا با جاکتتو بپوشی. محسن باش بازی نکن. چش. میگم محسن اون دفعه که تو آمفی‌تئاتر اون اتفاق افتاد با پسر دعوات شد. میشه نیای پایین؟ اوکی نمیام تو سالن. اگه کار داشتی زنگ بزن. بله کار داشتم زنگ بزن. تو هم کار داشتی زنگ بزن. اوکی. میام بچه ها وقتی لباسشون کثیف میشه اعتماد به نفسشون از دست میدن. خانمم پارسا رو کی آورد اینجا؟ حدود یک ساعت و نیم پیش. مرسی. ببخشید خانم سالن اجتماعات امروز کسی جلسه یا قراری داشته؟ چون الان رفتم سالن امروز تعطیله. خب خانم من امروز اینجا خانمتون یک ساعت و نیم پیش اومدن پایین یه ماشین اجاره کردن تشریف بردن بیرون. رفتن بیرون؟ اینجا کسی منتظرشون بود؟ نه خانم مهراد امروز ملاقات نداشتن. مرسی. الو آبا معلوم هست تو کجایی؟ الو اگه میشنوی گوشی رو بردار. آوا ببین از این خانه کودک زنگ زدن گفتن که پارسا لباسشو کثیف که من براش لباس بردم. الو 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 دیشب که رفتم قرصاتو از تو ماشین بیارم حیات آب گرفته بود. رفتم تو آب پامو شیشه بولید. عروسکم اونجا بود. بیان. تو با
به من ساعتشو بگو. نگران نباش دختر خوب. خداحافظ. میگم همه باور کردن داریم میگم. میرم. کجا؟ آدرسشو میخوای؟ حرمان هست؟ با کی؟ بگم کیه؟ آقای دکتر امروز خیلی مرموز شدن، نه؟ ما گفتیم میایم پیش شما یه چیزایی یاد میگیریم، شما هم که داریم ول میکنیم میریم. آخه خیلی خوب، یه کم تغییرات تو صورت این قرارداد من ایجاد کردم، خواستم همه هنگشیم پر قبل از اینکه بیان برداشتن نوشتم مونوپول مشروط، یعنی چی اصلا من نمیفهم. حالا سمنتونی هم که باشه، مونوپول مشروط چه صیغه ای؟ آپارتمان بالای خونه ما خالی شد. براتون بگیرمش؟ میخوای ببینیش؟ قراری که بیاین شام مهمونی. خانم بهت گفت؟ آقای دکتر من میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. رابطت با شیطون چطوره؟ شیطون؟ شیطون من؟ یا شیطون خودت؟ شیطون خودت. من رامش کردم. ببین آقای دکتر گوهریان، من دارم میام. این کتاب خانومته، دیشب توی رستوران جا گذاشت. این قرارداد که گفتی، مونوپول مشروط، خدا کن از اختش بر بیایی. شما کجا میری؟ دیگه تنهایی، خدا کنه بتونی. خوبی؟ اینو تو گذاشتی لای کتاب؟ گوهریان گذاشته نه؟ بابا میخوام با آت حرف بزنم. اذیت نکن موسن. بابا بلند شو، میخوام با آت حرف بزنم. بذار برای بعد، الان حالم خوب نیست. مگه این سوال قراره به کجا بکشه که حال حالت براش خوب نیست؟ ها؟ این کتاب دختر دکوری است، همشه لای کتاباش گل میذارم. اون گذاشته لای همه کتاباش میذاره. باشه برو بیار ببینم. موزه من به تو دروغ نمیگم. آبا من نگفتم تو دروغ میگی، گفتم برو کتابا رو بیار میخوام ببینم. یعنی تو حرف منو باور نمیکنی. آبا برای بار آخر دارم بهت میگم، برو کتابا رو بیار میخوام ببینم. برو خواهش میکنم ازت.
آبا چرا به من نگفتی؟ آبا چرا به من نگفتی؟ چند وقته؟ سه ماه یه هفته. آبا امروز صبح کجا رفته بودی؟ رفتم دکتر. چی شد؟ صدای قلبشو شنیدم. محسن تو رو خدا این یکی رو نگه داری. چرا جواب نمیدی؟ نمیبینی من همون آوام؟ فرقی نکردم. ببین آستین این کتم هم لک شده. چرا نگاه نمی کنی؟ چرا الان ایراد نمی گیری؟ یه چیزی بگو. قبلا اگه یکی نگاه می کرد می خواستی چشاشو در بیاری، حالا چی؟ نشستی میگی فلانی هیزه فلانی هیز نیست. تو از کجا میفهمی نگاهی که هیزه نگاهی که هیز نیست؟ ها؟ تو باید بگی چی تو فکرت بود. من چیکار کردم که تو فکر کردی گوهریان باید گل بذاره لای کتابم؟ من چیکار کردم؟ من چطوری نگاش کردم؟ من چطوری بهش خندیدم؟ آوا جان ازت خواهش میکنم تمومش کن عزیز دلم، خواهش میکنم تمومش کن. داری دست میذاری رو جای حساس، لطفاً تمومش کن. محسن اون وقتی که من دکتر بودم، اون موقع که تو هتل تنها بودی دنبالم میگشتی، به چی فکر میکردی؟ به اینکه کجام؟ با کیم؟ داریم چی کار میکنیم؟ خفه شو ببند دهنتو. نمیخوام جواب بدم، نمیخوام فکر کنم، میفهمی؟ وایسا، آوا، وای، تو ماشین بشین، آوا وایسا.